بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم در 44مین قسمت از مدرسه حفظ، جایی که شما با آموزش گام به گام میتونید به آسونی جزء 30 قرآن رو حفظ کنید. اگه اولین بار این برنامه رو میبینید یا تماشای بعضی از قسمت‌های قبلی برنامه رو از دست دادید، میتونید از این آدرس برنامه رایگان بشارت رو دریافت کنید و روی گوشی‌هاتون نصب کنید و تمام قسمت‌های گذشته رو ببینید و عضوی از خانواده قرآنی 1452 باشید. به لطف خدا تو درس گذشته موفق شدیم حفظ سوره فجر رو تموم کنیم. پیش از شروع درس جدید و سوره جدید، درس گذشته رو مرور میکنیم و برمیگردیم. ولا یوثق وثاقه احد، و هیچ کس جز خودش عامل در بند کشیده شدن و محروم شدنش از نعمتهای اخروی نیست. یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که دلت با یاد خدا آرام گرفته است. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او خوشنودی و او نیز از تو خوشنود است. فدخلی فی عبادی، پس در گروه بندگان خاص من وارد شو. ودخلی جنتی، و در بهشت من وارد شو. یه روز جبرئیل نزد حضرت آدم رفت و بهش گفت من از طرف خدا مأمور شدم تا 3 چیز رو بهت معرفی کنم و تو یکی از اونا رو فقط انتخاب کنی. حضرت آدم پرسید اون 3 تا چیز چی هن؟ جبرئیل جواب داد عقل و حیا و دین. حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد. جبرئیل به حیا و دین گفت که شما برید. اونا در جواب گفتن ما مأموریم همیشه همراه عقل باشیم. اینجوری حضرت آدم با یه انتخاب هوشمندانه و بهره‌مندی از نعمت عقل، دین و حیا رو هم به دست آورد. این ماجرا رو برای این تعریف کردم که بگم شما حافظان قرآن هم از این نعمت ویژه خدا بهره‌مندید. پیامبر می‌فرماید کسی که قرآن رو حفظ کنه تا آخر عمرش از نعمت عقل بهره‌منده. امروز می‌خوایم 5 آیه اول سوره بلد رو حفظ کنیم. پس همه با هم صفحه 594 قرآن رو باز کنیم و این 5 آیه رو به دقت بشنویم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. تو سال سوم بعثت پیامبر سوره بلد به عنوان 35مین سوره در شهر مکه بر پیامبر نازل شد. این سوره توی فهرست قرآن 90مین سوره است. کلمه بلد یعنی شهر یا سرزمین. امام صادق علیه السلام میگه هر کسی سوره بلد رو توی نمازهای واجبش بخونه تو دنیا از صالحان شناخته میشه و توی آخرت هم پیش خدا مقام و منزلت خاصی داره و از دوستان پیامبران و شهداست. موضوع اصلی سوره بلد اهمیت انفاق در مسیر بندگی خداست. تو آیاتی که امروز حفظ می‌کنیم، خدا به کسانی که تو راهش سختی‌ها رو تحمل می‌کنن قسم می‌خوره. تو آیه اول به شهر مکه قسم می‌خوره و میگه لا اقسم بهذا البلد، سوگند به این شهر. شهر مکه پایگاه توحید و یادآور تلاش مردان بزرگی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای ترویج یگانگی خداست. برای همینه که به این شهر قسم خورده میشه. برای حفظ اول آیه رو بشنویم. لا اقسم بهذا البلد، زمزمه کنیم. لا اقسم بهذا البلد، حالا با استاد تکرار میکنیم.
لا أقسم بهذا البلد. بدون استاد از روی قرآن میخونیم. لا أقسم بهذا البلد. وقت سه بار از حفظ خوندن رسیده. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. تو دو آیه بعدی خدا به خاطر زحمت‌های پیامبر اسلام و حضرت ابراهیم توی این شهر ازشون یاد می‌کنه و اول درباره پیامبر میگه و انت حل بهذا البلد و تو در این شهر ساکنی. پیامبر تو شهر مکه دین خدا رو تبلیغ می‌کرد و توی این راه رنج‌های زیادی می‌کشید که همه رو به خاطر خدا با جون و دل می‌پذیرفت. کفار و مشرکان اینقدر پیامبر رو آزار دادن که پیامبر فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشده است. آیه رو بشنویم. و انت حل بهذا البلد. زمزمه کنیم. و انت حل بهذا البلد. حالا همخوانی میکنیم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. از روی قرآن خودمون میخونیم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. سه بار از حفظ تکرار کنیم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بهذا البلد. تو این قسمت دعایه رو به هم وصل میکنیم. یه بار از رو بخونید. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. حالا از حفظ تکرار کنید. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. آیه بعدی از ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل یاد میکنه. و والد و ما ولد. و سوگند به آن پدر و فرزندش. حضرت ابراهیم نبی و پسرش از بنیانگذاران شهر مکه بودند و این شهر مقدس را بنا کردند و برای همین خدا تو این آیه بهشون سوگند میخوره. ماجرای بنای کعبه توسط ابراهیم و پسرش تو آیه های 124 تا 132 سوره بقره اومده. برای حفظ این آیه اون رو گوش میکنیم. و والد و ما ولد. زمزمه کنیم. و والد و ما ولد. با استاد تکرار کنیم. و والد و ما ولد. از روی قرآن خودمون میخونیم. و والد و ما ولد. حالا کسی به قرآن نگاه نمی کنه تا سه بار از حفظ تکرار کنیم. و والد و ما ولد. و والد و ما ولد. و والد و ما ولد. وقت اتصال سه آیه به هم رسیده. از رو بخونیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. و والد و ما ولد. حالا از حفظ تکرار کنیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. و والد و ما ولد. بعد از قسم خوردن به این اسطوره های صبر و استقامت میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. یقینا ما انسان را در رنج آفریدیم. هدف نهایی سوگندهای اول سوره همین آیه است. خدا میخواد بگه که آفرینش انسان طوریه که انسان بدون تحمل رنج و سختی نمیتونه به کمالات معنوی برسه. آیه رو بشنویم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. حالا زمزمه کنیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. با استاد تکرار کنیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. با تشکر از استاد پرهیزگار خودمون از روی قرآن میخونیم.
لقد خلقنا الانسان في كبد. تو این لحظه باید آیه رو از حفظ بخونیم، پس سه بار این کار رو انجام بدیم. لقد خلقنا الانسان في كبد. لقد خلقنا الانسان في كبد. لقد خلقنا الانسان في كبد. وقت اتصال آیات به همه، یه بار از رو این چهار آیه رو بخونیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان في كبد. احسنت شما، حالا از حفظ تکرار میکنیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان في كبد. اما آیه آخر درس امروزمون موضوع جدیدی رو شروع میکنه، عوامل عدم تحمل سختی ها در راه خدا. تو آیه 5 میگه ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا انسان میپندارد که هیچ کس بر او قدرت و سلطه ندارد؟ انسان به خاطر غریزش فکر میکنه قدرتی بالاتر از قدرتش نیست و اراده‌ای رو برتر از اراده خودش قبول نداره و برای همینه به دستورات خدا اهمیت نمیده و از هوا و هوس و شهوت‌های خودش پیروی میکنه. برای حفظ اول آیه رو بشنوید. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. زمزمه کنیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. حالا همخوانی میکنیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. از روی قرآن تکرار کنی. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. سه بار از حفظ تکرار میکنی. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آفرین به شما. تو مرحله آخر باید آیات درس جدید رو به هم متصل کنیم. یه بار این 5 آیه رو از رو بخونیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. درود بر شما، حالا از حفظ بخش آخر کارمون رو انجام بدیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. خوب، شکر خدا امروز هم 5 آیه از کتاب خدا رو حفظ کردیم. حتما یادتون هست که توی 2 درس قبلی درباره 2 روش حفظ قرآن، یعنی روش نوشتاری و روش شنیداری صحبت کردم و از فایده ها و ضررهای اون توی حفظ گفتم. امروز میخوام از رایج‌ترین روش حفظ که توی کشور ما هم مرسومه بگم. توی این روش که میشه اسم قرائت رو روش گذاشت، سعی میشه که از زبان و چشم و گوش به اندازه نیازشون توی حفظ استفاده بشه. توی این روش اول با مشاهده و شنیدن ترتیل خوب با آیاتی که میخوایم حفظ کنیم آشنا میشیم و بعد با تمرین و تکرار مداوم اونها رو ملکه ذهنمون میکنیم. یعنی همین روشی که ما توی مدرسه حفظ باهاش آیه های جزء 30 رو حفظ میکنیم. سرعت یادگیری این روش خوبه و موندگاری قابل قبولی هم داره، به شرطی که حداقل تا 1 روز هر 3-4 ساعت محفوظات جدید رو تکرار کنیم. 10 درس گذشتهتون از سوره غاشیه تا حفظ جدیده که حتما برای یکی از دوستان و یا فامیلتون ارائه میدید تا اگه اشکالی داشتید یا کلمه‌ای رو جا انداختید بهتون بگن. مرورتون هم سوره طارق و اعلاست. سوالاتتون درباره حفظ
و انتقادات و پیشنهاداتتون درباره این برنامه رو از طریق آدرسی که براتون زیرنویس شده با کارشناسا و تیم تولید مدرسه حفظ در میون بذارید. شب و روزتون قرآنی. خدا نگهدارتون.